درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اسوانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات و شورای راهبردی رو امروز در خدمت دو فرهیخته ایرانی، سرکار بانو زهرا صفارپور دبیرکل حزب پانیرالیست و جناب آقای کوروش کلهر کنشگر سیاسی و رایزن جبهه هماهنگ مبارزان ایران و رایزن شورای راهبردی تقدیم میکنم. قبل از اینکه بنده وارد موضوع بشم و پرسش هامو از این گرامیان آغاز بکنم، لازم میدانم که اول این رویداد مصیبت‌بار سیل که در بیشتر استانها تلفات جانی زیاد و خسارات سنگین و بی‌خانمان شدن هزاران از هممیهنان رو به دنبال داشته، به ملت ایران و همه استانهای مصیبت دیده و مردم ستم دیده همه استانها و داغداران بزرگ و به ویژه به مهمانان نوروزی که بعضیشون در این برنامه نوروزی جانشون از دست دادن، از طرف خودم و جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای راهبردی تسلیت عرض میکنم و همدردی این سازمان ها رو با ملت بزرگ ایران اعلام میکنم. این فاجعه همونطوری که بینندگان اطلاع دارند بهتر از بنده، نشان دیگری از بی تدبیری و ناتوانی مسئولان و قاصدان ایران. این بیگانگان سرزمین باستانی و پر افتخار ایران رو سرزمین امامان می دانند و به مراتب اینو در نقاط مختلف و موقعیت‌های مختلف بازگو می کنند. چرا؟ برای اینکه در پناه این دروغ بزرگ ایران رو به عنوان یک غنیمت جنگی بیش از پیش چپاول بکنند. بینندگان عزیز بهتر می دانند که رعایت نکردن اصول ابتدایی حفظ محیط زیست و سدسازی های غیر کارشناسی که فقط برای فریبکاری بوده یا گردش مسیر رودخانه ها برای منافع شخصی خود سردمداران و از همه بدتر قطع جنگل ها و درختان و بوته های سیلگیر و که به دنبال اون خشک شدن قنات ها رو به وجود آورده و پر شدن این رویه خاک که اینها واقعا پوک شدن، اینا عامل اساسی این فاجعه و مصیبت ملی. آقای رئیس جمهور در پیام نوروزی خودش نوروز و نوروز علوی اعلام کرده، در حالی که نوروز قرنها پیش از اسلام وجود داشته. این روباه بنفش حسن فریدون سرخی ملقب به حسن روحانی و دکتر قلابی آخوندی است که با بی‌پروایی نوروز باستانی را نوروز علوی می‌نامد و به جای عذرخواهی از مردم برای کوتاهی مسئولان از مردم طلبکاری می‌کند که باران نعمت خداست و سیل نتیجه لاروبی نکردن رودخانه ها بوده و مسئولین هیچ گونه خطایی مرتکب نشدند و در واقع اونطوری که از قول ایشون مرکن، اینطوری که من دیدم مردم از مسئولان بسیار هم ابراز رضایت میکنن. فقط یه سوال باقی میمونه که با توجه به این استدلال ایشون که گفتن نتیجه این سیل در نتیجه این بود است که رودخانه ها لاروبی نشده، حالا باید از ایشون سوال کرد که ما ساکنین کدوم یک از کشورهای دیگر دنیا رو یا مسئولان دیگر دنیا رو یا مسئولانی که از کدوم کرات آسمانی اینا مسئول عدم لاروبی مسیر و رودخانه بودن. عرض کنم که با توجه به این که این مرکز هواشناسی آمریکا و همینطور مرکز هواشناسی خود ایران کم و بیش یک هفته پیش این مسئله رو پیش بینی کرده بوده، بنابراین این مسئله کاملا نشون میده که اینها واقعا کوتاهی کردن. حالا از یه طرف گفته میشه که سپاه پاسداران
برای اینکه بخوان منتی به مردم بگذارن، اینا برای اینکه آب به مناطق مختلف کشور برسه توانستن با خریداری تکنولوژی از خارج ابرها رو بارور بکنن و باران بیاد. از سوی دیگه هم گفته میشه که این دریچه سدها رو اینا به موقع باز نکردن و یا وقتی هم باز کردن درست همزمان بوده با موقعی که باران اومده، یعنی مصیبت رو چندین برابر افزایش کردن. در هر صورت بیکفایتی و بیتدبیری این مسئولان کشور که همه از بینندگان ملت ایران از اونها آگاهی دارند، این واقعا با این سیل به نمایش گذاشته شد. هنگامی که کشور به یه دروغگویی به اسم حسن روحانی یا فردی به اسم احمدی نژاد سپرده میشه و زمانی که یه دامپزشک بالاترین مقام ارتش رو پیدا میکنه و یا یه هوچی مثل قالیباف که حتی رانندگی هم درست بلد نبود، به پاس کشدار در دانشگاه تهران مسئول نیروی هوایی سپاه پاسداران شد و بعدم خب به شهرداری تهران منصوب شد تا بیشتر بتواند بچاپه. و یا وقتی که یه رانندهی به نام رفیق دوست وزیر میشه و یا یه دباغی به اسم سروش تئوریسین رژیم میشه و خمینی رو که گفته اقتصاد مال خرس، دانشمندترین فرد از زمان هخامنشیان تا امروز میداند، طبعا انتظار بیشتر از این رژیم نمیشه داشت. بنابراین راه چاره همونطوری که همه میدانیم برکناری این رژیم از طریق براندازی فقط و فقط به وسیله ملت ایرانه. عرض کنم که اینجا در اینترنت اخیراً یک مسئله پخش شده که بنده صحت و سقمشون نمیدانم و این است که گفته شده این کار عمدی بوده، از طرف خود دولت انجام گرفته، به خاطر این است که یکی از راه‌های مقابله در مقابل جشن‌های نوروزی که واقعاً رژیم از اون وحشت داره و احتمال میداده که در این نوروز یک شلوغی و بدوایی به وجود بیاد، مردم به این وسیله دچار مصیبت کرده. البته صحت و سقم این معلوم نیست، ولی در هر صورت این گفته شده و در سطح عرض کنم که رسانه های همگانی این مطلب پخش شده. عرض کنم که حالا من ابتدا خدمت بانو صفارپور خیر مقدم عرض می کنم. تشریف دارین تو برنامه بانو صفارپور؟ بله خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزار که لطف کردین و در این برنامه تشریف دید. همینطور خدمت جناب کوروش کرهور خوش آمد میگم. تشریف دارین تو برنامه آقای کرهور؟ جناب کرهور تو برنامه تشریف دارین؟ بله معذرت میخوام، میکروفون بسته بود، من در خدمتتون هستم. بله خیلی متشکر. حالا قبل از اینکه من سوالامو مطرح بکنم، یک موضوعی هست که باید در به عنوان مقدمه خدمت بانو صفاپور عرض بکنم و بعد البته این بخشی از پرسش هست ولی خب یک کمی طولانیه، خیلی عذر میخوام در این زمینه. عرض کنم که البته مطالب دیگری من در مقدمه دارم که حالا در بین این پرسش ها اونا رو مطرح خواهم کرد. عرض کنم که بانو صفاپور، من خطابم به جناب عالیه و اون این است که تدوین قانون اساسی الان در این رسانه ها بسیار موضوع داغی شده. حالا تدوین قانون اساسی برای دوره گذار یا بعد از اون در حال حاضر اصولا چه کمکی به براندازی میتونه بکنه؟ ما در جبهه هماهنگ مبارزان ایران بر این باوریم که نوشتن قانون اساسی در حال حاضر که هنوز رژیم پابرجاست به عنوان یک تمرین آکادمیک میتونه مفید باشه، چون این هر چقدر قانون اساسی مطلوبی نوشته بشه آرا با هر نوسامانه دردی از مردم دوا نمی کنه و بیشتر مردم مایل هستند که
در این برنامه ها نسبت به برنامه های براندازی آگاهی پیدا بکنن. بنابراین چون مرجع اساسی در نهایت عبارت است از مجلس مؤسسان که باید مجلس مؤسسان این قانون اساسی رو بر اساس نظر مردم که در همه پرسی مشخص میشه بنویسه، بنابراین پیش از همه پرسی و انتخاب مردم برای نوع سامانه یا به قول معروف روش اداره کشور نوشتن قانون اساسی اصلا منطقی به نظر نمیرسه، مگر به عنوان یک تمرین آکادمیک باشه و به عنوان یک مرجعی و رفرنسی برای آینده در اختیار مجلس مؤسسان گذاشته بشه. ولی اینکه به خلاف نظر بعضی که معتقد هستن که خود مسئله قانون اساسی که مطرح بشه میتواند منجر به براندازی بشه، این در قسمت اصلی. در قسمت دوره قانون گذار هم که این سوال مطرح هست، در دوره گذار از موقعی که براندازی صورت میگیره تا بخواد به حکومت مردمی بر اساس قانون اساسی جدید نوشته بشه، این انتخابات هر کدوم هم از انتخاب برای همه پرسی یا انتخابات برای مجلس مؤسسان بر اساس کدوم قانون انجام میگیره. در این مورد سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. یکی اون سازمانی که براندازی رو انجام داده به علت مشروعیتی که از براندازی و حذف رژیم به دست آورده، خودش میتواند با آیین‌نامه یا دستورالعمل یا تصویب‌نامه از سوی دولت موقت یا شورای براندازی یا هر چی دیگه در اون موقع حاکم هست چگونگی برگزاری هر نوع انتخاباتی رو معین بکنه. راه دوم، احتمال دوم، البته احتمالات زیاده، من چند تاشو اینجا فقط عرض میکنم. احتمال دوم این است که یه سازمانی که معمولا نظامیه با کودتا رژیم رو ساقط بکنه و کشور رو به صورت پادگانی برای مدت طولانی اداره بکنه و خب در این زمینه خودش مقرراتی برای انجام انتخابات اگر معتقد به انتخابات باشه، اگر تن به انتخابات بده، وضع بکنه. البته منظور کودتایی نیست که با مهندسی از طرف خود رژیم ایجاد شده باشه و هدفش استمرار رژیم باشه. راه سوم این است که شخصا بنده و هموندان ما به اون اعتقاد داریم، استدلالم این است که چون براندازی خودش نشانه این است که مردم این رژیم و قانون اساسیشو که با اعتراف خود رهبرشون آقای خمینی با خود او تزویر پیریزی شده و همه پرسیشون هم با استفاده از دو صندوق آریونه زیر سرنیزه انجام گرفته، این اصولا مردوده. بنابراین پس از براندازی ما باید به یک روز پیش از شورش برگردیم و به قانون جاری که در اون زمان بوده که قانون اساسی مشروطیت بوده برگردیم. حالا با عرض پودش از بانو صفارپور که من صحبتم خیلی طولانی شد، سوالم طولانی شد، میخواستم نظر جناب‌عالی در این زمینه ببینم که چون این نکته یه مقدار زیادی داره وقت اپوزیسیون رو در گروه های مختلف، نشست های مختلف میگیره و نظر مردم بیشتر بر این است که شما به جای این بحث های آکادمیک و یا اینکه قسمتی از وقت خودتون رو صرف این میکنید که بایستی براندازی رو از طریق مبارزه فرهنگی انجام داد، البته همونطوری که بهتر از من میدانند هم مبارزه فرهنگی ضرورت داره و هم مبارزه عملیاتی، چون مبارزه فرهنگی یک مسئله بسیار طولانی و احتیاج به مدت ها و وقت داره، ضرورتش حتما مورد قبوله، ولی اولویت به نظر اکثریت مردم ایران با عملیات براندازی. حالا با توجه به این مقدمات میخواستم جناب عالی سرکار بانو صفارپور نظرتون رو بفرمایید. خیلی ممنون میشم. پاینده ایران، درود بر جناب عالی، مهمان گرانقدرتون جناب کلهور، و درود به هموطنانم و بینندگان شما. قبل از هر سخن
اجازه میخوام که در آستان سال نو ضمن تبریک سال نو به هموطنانم تسلیتی داشته باشم برای اون چی که شما در مقدمه بیان داشتید، برای سیلی که در اثر بیکفایتی و بیلیاقتی حکومت در این 40 سال سبب شد که ملت ایران در روزهای شادیشون روز شادشون تبدیل به عذابشه و عزیزانشون رو از دست بدن و در این حال بی خانمان بشن و زندگی رو که 40 سال این حکومت بر ملت ایران تحمیل کرده و به سختی تونستن معمولی ترین شرایط زندگی برخوردار باشن، اون رو هم در اثر بی کفایتی، بی توجهی، ایران ستیزی در واقع این حکومت از دست بدن. به هر روی ملت ایران 40 ساله که متاسفانه به دلایل گوناگون عزیزانش رو از دست میده، یا به دلایل سیاسی یا به دلایل عدم مدیریت در مدارس یا در محل کسب و کار. هر روز شاهد این هستیم که ملت ایران عزیزانشون رو به خاک می‌سپرن و برای دیدار عزیزانشون مجبورن به قبرستان ها برن. این حاصل 40 سال حکومتی است که یک لحظه نخواست جز به خودش، جز به ایدئولوژی مذهبی خودش به ملت ایران بیاندیشه و توجه نکرد که در مملکتی حاکم شده که این مملکت یک سبقه تاریخی چند هزار ساله داره، نه 1400 ساله. به هر روی جمهوری اسلامی شادی رو از مردم گرفت و غم و غصه و گریه رو برای مردم دنبال کرد و برای مردم ارمغان آورد. اما اون چی که مورد سوال جناب عالیه، باید خدمتتون عرض کنم که این روزا بحث در مورد قانون اساسیه. قانون اساسی از نظر من پانیرانیست میتونه ضامن آزادی های مردم باشه، ضامن آزادی های سیاسی باشه، ضامن اقتدار ملی باشه، میتونه حاکمیتی باشه که ملت ایران رو، تمام نیازهای مردم ایران رو بتونه به اجرا در بیاره. بنابراین در هر حکومت ملی سکولار و دموکرات لازمه که قانون اساسی داشته باشه. حالا اینکه این قانون اساسی در چنین شرایطی ضرورت داره یا نه، این هم خود یک بحثی جداگانه است. اما فراموش نکنیم که متاسفانه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی، همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بدون اینکه، اگرچه باید اینجا اعلام کنم که گروه های ملی، گروه های متعددی، جبهه ملی و چپ و راست به حکومت کمک کردن تا استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی رو پای گزارش بشن، اما هیچ کدوم از این گروه ها از قانون اساسی جمهوری اسلامی اطلاعی نداشتن. مردم همونطوری که فرمودید، مردم نرفتن به قانون اساسی که مطلع شده بودن رأی بدن، بلکه به یک آری و نی رأی دادن که اون هم یک رأی مناسب و در شرایط مساعد روز نبود. اما اینکه آیا قانون اساسی امروز ضرورت داره یا نداره، باید خدمتتون بگم که من به دو دلیل این پیش مقدمه قانون اساسی رو ضروری میدونم. اینکه 40 سال درسته که گروه های مختلف اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی، چه در داخل چه در بیرون، مثلا خود ما پانیرانیستا از همون فردای، شاید از همون ماه اول، ما در هیچ انتخاباتی شرکت نکردیم و اعلام کردیم که وعده وعیدایی که داده شده به ملت ایران
پوچ بوده و واقعا یک حکومت تزویر و ریا بیشتر اعمال شد تا یک حکومتی که مردم انتظار داشتن از اسلام، از دیدگاه مذهبی که باش آشنایی پیدا کرده بودن. پس بنابراین این 40 سال این حکومت تلاش کرده که ثابت کنه جمهوری اسلامی نمیتونه یک آلترناتیو مناسبی غیر از خودش داشته باشه. تلاشش این بوده که گروه های اپوزیسیون رو نسبت به هم بدبین کنه و متاسفانه باید بگم دوست ندارم، علاقه من نیستم که این رو دامن زده بشه و حتی خود من این رو بگم چون معتقد برش نیستم، ولی خود ما هم دامن زدیم به این اختلافاتمون، اجازه ندادیم که تمام گروه های ملی چه چپ چه راست که هدفشون امروز مبارزه با جمهوری اسلامیه در کنار هم قرار بگیرن و به مردم ایران اطمینان بدن که اپوزیسیون در راه شما حرکت میکنه، نه در راه منافع فردی و گروهی خودش. پس این یک معضل بزرگه که به نظر من اگر امروز این اقدام زودتر از حد موعود قانون اساسی نوشته میشه ایرادی نداره، چرا که گروه ها همه متوجه شدن که جمهوری اسلامی مشروعیت ادامه کار رو برای حکومت ایران نداره. این به یک جای امیدواری است. سوی دیگرش و یا جهت دیگری که به اون نگاه کنیم این است که خب این ملتی که این مردمی که واقعا در بعد از انقلاب مشروطه تلاش شد که مردم رو وارد جریان‌های سیاسی بکنن ولی نشد، ولی اجازه ندادن، ولی بستر رساب اون احزاب برای فعالیت احزاب به وجود نیامد و اجازه نداد که ملت ایران برن احزاب مختلف رو در احزاب مختلف شرکت کنن، برن آگاهی پیدا کنن از دیدگاه های مختلف، از مسائل ملی خودشون و عملا یاد بگیرن که چگونه ایران رو دوست داشته باشن، چگونه یک ایرانی باشن که مسئول هر کدومشون احساس مسئولیت بکنن در قبال سرنوشت خودشون، در قبال سرنوشت ملتشون، در قبال تمامیت ارضی وطنشون. از این جهت میبینین گروه های مختلف به وجود اومد ولی متاسفانه نتونستن در کنار هم اعتماد ملت ایران رو جلب کنن و در یک شرایط حساس تاریخی و زمانی خودشون کار و اقدامی انجام بدن که بیش از این ایران به فروپاشی کشیده نشه. پس بنابراین اگر کسانی مقدم بر این کار یا گروه های مقدم بر این کار میشن که از جمله حزب پانایرانیستم از یک سال پیش اقدام به نوشتن قانون اساسی کرد، به اعتقاد من بد نیست، باید قبل از اینکه حادثه ای رخ بده که ما در با دست پاچگی بخوایم کاری انجام بدیم، بهتره که این قانون های اساسی نوشته بشه، بستری بشه برای ایجاد فعالیت های مدنی، گروه ها، احزاب که همه بیان واقعا نظر خودشون رو اعلام کنن و بعد هم امیدواریم که در کنار هم قرار بگیرن به گونه ای که بدون اینکه همدیگر رو تخریب کنن، بدون اینکه دیدگاه های همدیگر رو نادیده بگیرن و بی حرمتی به نگاه و اندیشه های هم بکنن، به عنوان ایرانی، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن، چه چپ چه راست همه بشینن در کنار هم و نظرات خودشون رو یک پارچه و یک کاسه کنن تا ملت ایران هم از این سرگشتگی بیرون بیاد. برای اینکه ما اگر نتونه اپوزیسیون این کار رو بکنه، مطمئنن جناب عالی بهتر میدونید در فضای
اینجا آگاهی بیشتری در این سوی از وطن دارید که چگونه جمهوری اسلامی چه پولهایی هم علاوه بر این که خرج جنگ های نیابتی میکنه، خرج جیب های فرزندان خودش میکنه، چه پولهایی هم خرج کسانی میکنه که واردشون کنه به اپوزیسیون و مسیر فکری اونها رو دور کنه از هدف و اندیشه‌ای که برای جایگزینی این حکومت دارن. به هر جهت این حکومت نشون داده که حتی وقتی نتونه یک دولتی بعد از 40 سال پی در پی پول مملکت رو، هزینه های هنگفت مملکتی رو صرف خودش بکنه، ایدئولوژی خودش بکنه و نتونه مانع یک سیل معمولی، یک بارندگی معمولی بشه، پس معلومه که این حکومت دیگه جایگاهی در ایران نداره و اون روستایی دوردست هم میدونه که این حکومت نمیتونه برای او نان و آبی همراه داشته باشه. پس امیدوارم که بپذیرید این اقدامات یا این مقدماتی که برای قانون اساسی بعضی گروه ها انجام میدن به اعتقاد من بد نیست، چرا که ما باید مردم رو آگاه کنیم، پیشا پیش در اختیار مردم بذاریم، نگاه مردم رو به سوی خودشون، سرنوشتشون و اینکه کسانی هستند چه در بیرون چه در داخل که به سرنوشت ملتشون علاقه‌مندن و میتونن برای اونها مؤثر واقع بشن و اعتماد اونها رو به خودشون جلب بکنن. امیدوارم که به هر سوی من با نظر شما موافقم که این قانون اساسی باید در یک شرایط مناسب تری نوشته بشه، ولی اگر امروز هم گروه های دیگر این کار رو میکنن به همون دو دلیلی که بیان کردم بد نیست که ما در بعد از روز گذار با دستپاچگی نخواهیم و نتونیم کاری انجام بدیم که زودتر به نتیجه برسیم. ما امید داریم که واقعا همه گروه های سیاسی با همبستگی در کنار هم قرار بگیرن، هم دیگر رو قبول کنن و نظرات هم و دیدگاه های هم رو بشنون، چرا که هدف نجات ملت ایران از دست حکومتی است که متاسفانه نتوانست در این 40 سال به مسئولیت ملی خودش عمل کنه. عرض کنم که خب بعد در مورد ضرورت قانون اساسی به عنوان یک کار آکادمیک و تمرینی هیچ اشکالی نداره، فقط یه نکته ای که اینجا باقی میمونه این است که ما قبل از اینکه نظر مردم رو جلب کنیم که اصولا به چه سامانه‌ای، به چه روش اداره مملکتی اعتقاد دارن، این میتونه فقط یک کار صرفا آکادمیک باشه. بسیار هم خوبه به عنوان، همونطور که عرض کردم، یک رفرنس، یه مرجعی میتونه در اختیار مجلس مؤسسان که بعد از براندازی و بعد از همه پرسی تشکیل میشه به عنوان رفرنس در اختیارشون قرار بگیره به عنوان منبع مراجعه. بسیار متشکر، سپاسگزار. حالا ما برمیگردیم در خدمت جناب کلهور. خیلی هم وقت من گرفتم در مقدمه. جناب کلهور، من سوالم از جناب عالیه. شما در 2 هفته پیش در یه برنامه در خدمتون اینجا بودیم، ما راجع به غرور ملی و بعد ناسیونالیسم ایرانی صحبت کردیم که بازتاب‌های بسیار متعددی داشت. حالا به دنبال اون جناب عالی مسئله دیگری رو مطرح کردید و اون مقابله ناسیونالیسم و لیبرالیسم. خواستم در این زمینه لطف فرمایید راجع به این لیبرالیسم و ناسیونالیسم که نظرتون هست بیان بکنید. ضمن این که تشکر میکنم از این دعوتی که از من شده و خوشحال هستم که در این نشست با سرکار خانم صفاپور آشنایی پیدا کردم. یک بانویی که نماینده تصورات ملی ماست. صحبتی که 2 هفته پیش من کردم این پایه‌گذار تصوراتی است
برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی. در جلسات این چنانی که دو تا مطلب مختلف مورد بحث قرار میگیره و زمان کافی واسه توضیح و ارتباط این صحبت ها نیست، من پیشنهاد میکنم این جلسه امروز به همین منوال در مورد قانون اساسی ادامه پیدا بکنه و در جلسه ای که اگر موافق باشید از من دعوت بشه، اصل جلسه در مورد این فلسفه ملیگرایی و مخالفین جلسه این تصورات ملیگرایی باشه و از همه مهمتر من بتونم تز خودم ارائه بدم که مردم ما چی میخوان و چه در پیشه. ما همه میتونیم برای تصورات سیاسی مختلف داشته باشیم، در مورد موارد مختلفی هم با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی اصل اینی که اسلوگان براندازی رژیم غیر ایرانی بر چه اساسی باشه، این بقیده من احتیاج به این داره که یک یا دو نفر با تفکرات مشابه یا متضاد در این جلسه شرکت بکنن، نه دوم بحث مختلف. اینی که با اجازه بدید من نظرات خودم رو در مورد قانون اساسی و هیاهویی که در مورد قانون اساسی هست اعلام بکنم. بله، وقت در اختیار جناب‌عالیه، هر گونه که جناب‌عالی صلاح میدونین انجام بدین. حتما اون مسئله هم که اشاره فرمودید که جلسه ویژه‌ای برای این کار باشه و نظرات مختلف بیان ارائه بدن، به نظر من بسیار پسندیده است و این کارم انجام خواهد شد. در اصل الان رایانه در اختیار جناب‌عالی، هر گونه مطلبی که مایل هستین بفرمایید. خیلی متشکرم. من اجازه بدید استفاده بکنم از یکی از گفته‌های برتراند راسل. برتراند راسل میگه که 2% مردم می‌اندیشند، 3% مردم فکر میکنند که می‌اندیشند، 95% مردم حاضرند بمیرند و فکر نکنند. یه گرفتاری عمومی است در تمام جوامع، در جامعه ما وجود داره، متعلق به ایران و گرفتاری های ایران نیست. بحثی رو که بعضی اوقات جلو انداخته میشه و حرفی رو که متعلق به رده های بالاترش هستش الان مطرح میکنن، بدونین که هیچ نوع فاندیشن و زیرسازی واسش نکرده باشن، مثل اینی که آدم یه ساختمانی رو از طبقه سوم شروع کنه، این طبقه سوم به جایی نمیرسه، رو هواست. ما بعد از این همه مدت و بارها من به این موضوع اشاره کردم، خود حضرت علی با من هم عقیده هستی در خیلی از این موارد، و اون اینه که این عمر 40 ساله جمهوری اسلامی به 2 قسمت تقسیم شده. یه قسمت 39 ساله داره که در ظرف این 39 سال نه مردم ما میدونستن چی میخوان، نه ما میدونستیم اونا چی میخوان، و اونا هم هر روز از این ستون به اون ستون فرجست میکردن، از دامن یک آخوند زیر قبای یک آخوند دیگه میرفتن، یه مکلای ریشو رو و یه احمق شناخته شده رو میان رئیس جمهور خودشون میکنن. 39 سال واسه اون مردم طول کشید که بفهمن چه کلاه بزرگی سرشون رفته. پدران خودشون و مادران خودشون رو زیر سوال بردن این نسل جوان که شما چه کم داشتید، چرا شما اِوولوشن رو تکامل نکردید و باید روی رِوولوشن و یه همچین عملی تمام زندگی یه مملکتی رو به هم بزنید. الان با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، ما با یک زمان 16-17 ماهی سر و کار داریم از دسامبر 2017. برنامه ها و اعمال و کارهایی که در ظرف این 17 ماه شده قابل مقایسه با اون 39 سال نیست. ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه انسجامی داشته باشیم، بیایم بر اساس حداقل مخارج مشتری که با هم کنار بیاییم. این اول انجام شد.
به دنبال این رفتیم که این انسجام کلی رو به وجود بیاریم. این انسجام کلی با توجه به این مدت کوتاه و دشمنی های چند دهه‌ای این به جایی نمی رسید و نرسید و یه فکر جدیدی مطرح شد و اون مطرح این بود که ما تقسیم شده به گروه های ملی و ناسیونالیست و گروه های ناسیونالیست قومی و گروه های تجزیه طلب است. هیچ اصراری نباید باشه در مورد اینه که این نوع گروه ها با همدیگه یک پارچگی داشته باشن، بلکه فقط گروه های ملی میتونن با هم همخوانی داشته باشن. گروه های ملی که دارای یک تصور کاملا مشخصی هستن میتونن حتی به صورت پرالل با همدیگه کار بکنن. ما الان بعد از 16 ما به این نتیجه رسیدیم. من بارها اعلام کردم، دوباره هم اعلام میکنم، ایران مال همه نیست. ایران فقط مال ایرانیه. ایرانی که قلبش، تپشش برای نجات مملکتش. اونایی که گوشه ای از ایران رو میخوان برن، اگه میتونن یک پارچه بشن، بیان ایدهشون رو به مردم ارائه بکنن. اگه مردم قبول کردن، منم قبول میکنم. ولی من میدونم یه ایرانی این کار رو قبول نمیکنه. من میدونم اکثریت مردم چی میخوان. در مورد قانون اساسی که این اشکالات رو به جای اینکه ما بریم به دنبال حل موضوع از این زاویه، ما الان احتیاجی به قانون اساسی نداریم. یه اتفاقی میفته در ایران بر اساس اون پیشبینی های آقای دکتر نصر، رژیم عوض میشه. یک نوعش که مورد قبول ماست که مردم میان و این رژیم رو میندازن و میخوان دولت مردان ملی بر کشورشون حکومت بکنن، اینا احتیاج به قانون دارن. در ظرف این دوران گذار احتیاج به قانون هست. قانون مشروطیت که من خودم یکی از منتقدینش هستم، این تنها قانونی است که چه از نظر جزا، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روابط اجتماعی، اینا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به مقدار زیادی وجود داره. ما باید به مردم خودمون بعد از این 14 نشون بدیم که اونها تصمیم میگیرن. ما عامل اجرای تصمیمات اونها هستیم با استفاده از تجاربمون. ما بیایم بر اساس خواسته های اونا از یه مسیری، حالا چه رفراندوم هست و بعد قانون اساسی، قانون اساسی هست چه بعد از رفراندوم، ما میایم و بر اساس خواسته اونا قوانین رو درست میکنیم که قوانین روز باشه، قوانین علل ابد نباشه. هر قانونی یک زمانی داره واسه خودش، یک عمری داره برای خودش. قانون باید به طریقی نوشته بشه که با روز و زمان بتونه یک سویی داشته باشه. بر اون اساس میایم. ما الان یک کشور تحصیل کرده هستیم، یک کشور با تجربه و با وجود جوانهایی که بالای 60% ملت ما رو تشکیل میدن. در درون اینها افراد بسیار متخصصی وجود دارن، چه در رشته‌های مختلف، از جمله در رشته‌های حقوق. بیایم فکر خودمون رو بر این منوال بذاریم که این قانون اساسی که شما دارین ازش صحبت میکنین، این 4 قدم جلوتره، ولی برای دوران گذار و اگر ما موفق بشیم این رژیم رو از پا بندازیم، برای اینکه جامعه رو بشه ادارش کرد، شما احتیاجی به قانون دارید. این احتیاجی به قانون قوانین جمهوری اسلامی رو ملغا میکنه. رژیم با قوانینش میره، ولی همین رژیم از قوانین رژیم گذشته نهایت استفاده رو کرده و در قوانین قسمت های دیگه به غیر از قانون اساسیش اون قوانین وجود داره و باید از اینا استفاده. از حالا به دنبال اینه که با تصورات فکری، من برداشتم اینه، تمام کسانی که در مورد قانون اساسی میان صحبت بکنن، در پس مخیله شون یه تفکرات سیاسی دارن،
بر اساس اون تفکرات سیاسی میان و قوانین درست میکنن و قانون اساسی پیشنهاد میکنن. پیشنهاد مهم نیست، نشستن روش و اصرار درش، این ضد قانونیه، برخلاف خواسته ملت عمل کردنه. ما هیچ کدوممون در اینجا نمایندگی از ملت نداریم، ولی همه ما نمایندگی از خودمون برای براندازی جمهوری اسلامی داریم. اینو هیچ کس نمیتونه از ما بگیره، اینو هیچ کس نمیتونه از ما سلب بکنه. این حق ماست، حق منه که خونه و زندگیمو گرفتن، کشورمو گرفتن، بیام برنامه هایی بذارم که این رژیمو بندازم. و اینم کار ساده نیست، حرف زدنش بسیار آسان ولی عملش بسیار مشکل، ولی عملیست. در مورد اون قسمت من همینطوری که قبلا اشاره کردم، اجازه بدید در یه جلسه دیگه و بر اساس این تصورات که مملکت ما الان کجا هست، چه میخواد. این 17 ماه پیش که مردم ما در دسامبر 2017 اومدن تو خیابونا فریاد زدن چی میخوان، چند سال قبلش که اینا میرفتن سر مقبره کوروش، برای چی میرفتن؟ نسل من و نسل ما، شاید ما نه اطلاعات داشتیم، ما تا تعلیماتی دیدیم در مورد ناسیونالیست بودن، همه چیز احساسی و زودگذر بود. یه اتفاقی تو مملکت ما افتاده، نسل جوان ما که آینده مملکت مال اوناست متوجه شده که در کجا قرار گرفته، دلیلش چه بوده و چه میخواد. او میخواد کشورش در این مرز تعیین شده بین المللی بر اساس اصول ناسیونالیسم، نه اصول دیگه، نجات پیدا بکنه و مردم در اداره خودشون سهم خودشون رو داشته باشه. این فقط بر اساس پرچم ناسیونالیسم ایرانی و تفهیم اون به تمام گروه هایی که در یه همچین حرکت های سهیم هستن، این فقط در این مورد که میتونه مثمر ثمر باشه. من از بانو صفارپور یک پرسش خیلی کوتاه دارم، امیدوارم که ایشون بتونن ظرف یکی دو دقیقه پاسخ بدن. و اون این است که با توجه به مطالبی که آقای کلهر اشاره کردن و این جنبش خودجوشی که مردم در ایران به وجود آوردن، گفته می شود که این جنبش بسیار بسیار موثره، ولی احتیاج به یک رهبریت داره که بتونه این نیروها رو با هم هماهنگ بکنه. البته اینطوری که خود شاهزاده ارائه کردن منظورشون این است که ما بتوانیم از این رهبران این جنبش ها یک گروه رهبری میانی به وجود بیاریم. میخواستم جنابعالی نظرتون در مورد این هدایت و رهبری این جنبش در داخل در حد اکثر یه دقیقه بفرمایید، خیلی خلاصه بفرمایید. متشکر میشم، سپاسگزارم. جناب نصر، ضرورت جامعه امروز ما برای رسیدن به هدف نهاییمون که تغییر رژیمه، نیاز داره به این وحدت و همبستگی، به این اجتماعی که یا گروهی که بتونه هدایت کننده ی حرکت داخل مملکت باشه. حالا این رهبری یک زمینه‌هایی برای برنامه‌هایی باید داشته باشه. شاهزاده معتقد بر این هستن، ولی ابتدا باید قبل از هر چیز اپوزیسیون در کنار هم، به خصوص همونطور که جناب کلهر اشاره فرمودن، اپوزیسیونی که نگاهشون به ملت ایرانه، به ناسیونالیسم ملت ایرانه، باید در کنار هم قرار بگیرن. ایشون هم اگر میخوان که حضور داشته باشن، باید حضور منسجم و منظمی داشته باشن، باید با برنامه ریزی برای ملت ایران یک هماهنگی به وجود آورد که مردم به ما اعتماد کنن، به اپوزیسیون اعتماد کنن و حرکتشون رو در مسیر برنامه ریزی های از قبل در نظر گرفته شده انجام بدن. وگرنه خب امروز مردم ایران بیرون اومدن،
امروز با عنوان معیشتشون بیرون اومدن، با عنوان مطالبات صنفیشون بیرون اومدن، در این حال به دفاع از فرهنگ ملیشون هم میکنن، به سر مزار کوروش بزرگ هم میرن و رضا شاه روحت شاد رو هم بیان میکنن. اما این کفایت نمیکنه، باید اون گروهی که مد نظر ما هست، اون رهبری که ضرورت لازم داره، باید در درون و بیرون هماهنگ بشه و زیر یک پرچم هماهنگی ملت ایران و ناسیونالیست ملت ایران و نجات ملت ایران حرکت بکنه، شاهزاده و تمام گروه های دیگه، تا ملت ایران اعتماد کنن و نمایندگانشون رو در این مسیر همسو با نظر چه داخل باشه چه بیرون باشه، که معمولا الان اپوزیسیون در بیرون از ایران بیشتر مبارزش مشخص داره، مردم اعتماد کنن و فقط دستور از گروهی بگیرن که بهش اعتماد کردن که برای نجاتشون در حرکت. بسیار متشکرم. عرض کنم که جناب کلهر، با توجه به صحبتهایی که خود جنابالی کردی الان بانون صفاپور هم به صورت عالمانه بیان مطلب فرمودن، میخوام ببینم خیلی خلاصه، چون وقت ما تمامه، این برنامه‌ای که درست شده برای رهبرسازی، حالا من منجزاً اسمی برم، مثل این بانو معصومه علیزاده یا مسیح علیزاده، شیرین عبادی که اول در موقع دریافت جایزه نوبل اول خودش یه زن مسلمان معرفی کرد، بعد ایرانی، و همینطور مسئله‌ای که الان هات شده، معرفی بانو نسرین ستوده، و بعدم این مسئله‌ای که این بانو اقدس پشکوهی که خودش ویکتوریا آزاد معرفی میکنه، این برنامه رهبری سازی شده به نظر شما ریشه‌اش از کجاست و تا چه حدود میتونه اصولا عملی باشه؟ من به این موضوع اشاره کردم، با اون اشاره من اینه که این افرادی که دارن این کار میکنن، اینها رو باید آزاد گذاشت برن هر عملی رو که میخوان انجام بدن. اگه ما بیان بر اساس ناسیونالیسم ملیمون، بر اساس اعتقادات مردم و خواسته های مردم بریم دنبال این کار که این کار رو انجام بدیم، اونها آزادن هر کاری دلشون میخواد بکنن. اینا سنگ وسط راه هستن، یه جایی میرسی که با یه پا میشه این سنگ ها رو انداخت بیرون، مردم به دنبال اون، اینا دارن وقت کشی میکنن، اینها میخوان این جامعه ای که اومد و صحبت کرد خونسا بکنن حرفشون. ما باید جلوی این حرکت رو بگیریم. حرکت ما فقط بر پایه ناسیونالیسمه. ایشون و اون خانم و این کسی دیگه که اون افتضاح رو در آوردن با تبرزدی و اینا شما فکر میکنین دنبال ایران به طریقی که ما فکر میکنیم هستن؟ اینا فکر ایران و نجات ایران بر اساس خواسته های ملت ایران هستن؟ من تصور نمیکنم. نظر شخصی اینی که صرف وقت کردن اعتبار دادن به این افراد و این صحبت ها، به غیر از اینی که چهره شون انسان برای مردم روشن بکنه، اینا انقدر آماتور هستن که خودشون رو معرفی میکنن. کسانی که باز دوباره برگردن به اون سخن اولم و در مورد برتراند راسل، 2% که میاندیشن، از این 2% ما باید استفاده بکنیم. اینا خودشون رو نمیدونن چی میکنن، پس اون چه وقتمون رو صرف اونا بکنیم؟ من معتقد هستم که فقط جواب ما راه صحیحی است که ملت برامون جلوی پامون گذاشتن و باید بریم و از اون طریق به مملکتمون خدمت بکنیم و نجاتش بدیم. من در خدمتتون بدرود عرض میکنم، همینطور بانو صفارپور بنده بدرود عرض میکنم، تا برنامه های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. وقت ما تمام هست. اگر نسبت به بیانات بانو صفارپور و همینطور آقای گروه کلهر نظری دارین و یا عرض بنده، به این تلفن های 650-619-76-23 832-277-7748 لطف بفرمایید پیام بگذارید که در اولین فرصت خدمتون پاسخ داده خواهد شد. من خدمت بینندگان عزیز، ملت بزرگ ایران،
بدرود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. از جان می گریزیم